دیده کی بود نوبتتون دادن؟ خواهش میکنم از خبرنگار روز، خبرنگار تلویزیون NBC از امریکا. Mr. President Ali Arouzi, NBC News. Congratulations on your victory. My question is: the State Department has congratulated you and the Iranian people on the election results, and they've said that they want to engage in direct dialogue. Would you be willing to engage in direct dialogue with the United States? سوال سختی از ما میپرسه. بفرمایید ترجمه کنید شما. پیروزی شما رو تبریک میگن در انتخابات ریاست جمهوری و میفرمایند که وزارت خارجه آمریکا هم به جناب عالی و هم به مردم ایران پیام تبریک داد و آنها میخوان که وارد مذاکرات مستقیم و تعامل مستقیم با ایران بشن. آیا شما میپذیرید یا خیر؟ ببینید، مسئله رابطه ایران و آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است، مسئله ساده ای نیست. به هر حال یک زخم کهنه ای وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند، گذشته ها رو بنشینن براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشن. اما هر گونه سخن گفتن با آمریکا، علاوه بر این که باید بر مبنای احترام متقابل باشه، بر مبنای منافع متقابل باشه، از موضع برابر باشه، حتما دارای شرایطی است که اون شرایط باید عمل بشه. اولا اینکه آمریکایی‌ها همونطور که در بیانیه الجزایر قید شده باید تصریح کنند در امور داخلی ایران هرگز مداخله نخواهند کرد. ثانیاً تمام حقوق حقه ملت ایران و از جمله حقوق هسته‌ای رو به رسمیت بشناسن و ثالثاً سیاست‌های یک جانب گرایی رو و یا زورمداران رو نسبت به ایران کنار بگذارند. و البته با این شرایط زمینه آماده میشه، اگر احساس بشه حسن نیتی وجود داره زمینه متفاوت خواهد بود. اما همه باید بدانند که دولت آینده از حقوق حقه ملت ایران هرگز کوتاه نخواهد آمد و بر این مبنا ما آماده هستیم تنش ها کاهش پیدا کنه و حتی اگر حسن نیت دیدیم میشه در زمینه‌سازی اعتماد هم قدم ها رو برداشت در چارچوبی که جمهوری اسلامی ایران داره و من اشاره کردم به اون چارچوب. Thank you. خیلی سپاسگزارم.